برادران به عزیز بگرانی السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته چند دقیقه که در خدمت شما قرار دارم میخوام پیرامون وضعیت مهاجرین عزیز ما در کشور همسایه ما ایران صحبت داشته باشیم از اونجایی که اونهایی که از رسانه های مجازی و صفات مجازی استفاده میکنن خوب میدانن که در این روزها وضعیت یا برخورده که مأموران یا پلیس ایران نسبت و هموطنان عزیز ما می کند یا انجام میدهد وضعیتی است که حتی حیوانی در برابر حیوان انجام نمیدهد خواستم پیرامون این موضوع لحظاتی در خدمت شما زیدان دل صحبت داشته باشم من می خواهم پنج نکته را خلاصه اشاره بکنم نکته اول بحث همسایداری هست ما همیشه از طفولیت تا امروز شنیدیم که میگویند همسایه ایران ما، همسایه پاکستان ما، همسایه تاجیکستان ما یا همسایه های ما. بیاید ببینید از لحاظ دین همسایه باید چی کنه باشه رسول ما صلی الله علیه و سلم می و بهش داخل نمی شود همسایه همسایه آزار این یک دو پیامبر صلی الله علیه و سلم می مؤمن شده نمیتواند یعنی ایمانش به کمال نمی رسد او کسی که شب خودش سیر می به در کنارش همسایش گروس نست تو اگر امروز در کشورت کار است روزگار است ما نان مفت نمی خواهیم. عرق نریزانیم می کار میکنیم و تو در برابر یک کارگر افغانی برخوردید این گونه هست و تو توقع داری که یعنی همسایه خوبی هستی با ما و رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند آنقدر جبرائیل در مورد حقوق همسایه برم تأکید میکرد که من فکر میکردم شاید این لحظه نازل بشه و بگوید که همسایه از همسایه میراث میبرد این تأکید دین است در ارتباط به همسایه تنها همسایه اون نیست که فقط در دیوار خانه شما با شما زندگی میکند بلکه کشورهایی که از نظر موقعیت جغرافیایی با ما وصلند اینها همسایه ما هستند ولی متاسفانه متاسفانه از دست این همسایه های ناخلف نه تنها یک سال و دو سال و ده سال بلکه سالهای متمادی است که ملت عزیز ما رنج میکشند هم از همسایه ما به اصطلاح پاکستان و هم از همسایه ایران ما این یک چیزی است که مثل آفتاب آشکار است نکته دوم که میخواهم اشاره بکنم راجع به ویدیو است که منتشر شده در صفحات شما شاید از طریق خبرها و رسانه دیده باشید که سفیر ایران با کمال شرمی رد کرده قضیه را که دشمن ها میخوان در بین همسایه ها اختشاش ایجاد بکنن یعنی چی؟ یعنی که هیچ گپی وجود نداره و اصلا کدام سند و اساسی وجود نداره به این حرفا در حالی که میبینید شما که امروز هزاران هزار جوان ما در یک اردوگاه در یک وضعیتی زندگی میکنن که قسم به پروردگار یک چوپان گسفندایش در داخل طبیله این گونه نگهداری نمی کند که اونها با هموطنان ما این گونه برخورد میکنن یا اونها را به این قسم در جای نگاه میدارن کجای این به اخلاق انسانی میماند کجای این به دینداری و اسلامیتتان میماند مسلمان که رحم نداشته باشه شعور نداشته باشه درک نداشته باشه درد نداشته باشه احساس نداشته باشه رحم نداشته باشه احترام متقابل نداشته باشه مسلمان شده نمیتواند و شما در ویدیو ها میبینید که برای جوان افغان ما گونه توهین و تحقیر صورت میگیره بگو افغان ها بشعورن بگو افغان ها کثیفن بگو افغان ها چنین و چنانن در حالی که من متیقنم او ایرانی های با با احساس و با درک به استثناء از این معموران ظالم و ستمگر و او پاکستانی های با و با درک وقتی که چنین برخورد در برابر هموطنان ما میبینن خوب میدانن که بیشعور چه کسی است بیدرک چه کسی است چه کسی است بیشعور مثل خودت باری انسان هایی است که تو با هم نوعید این گونه رفتار میکنی توهین و تحقیرش میکنی ظلم میکنی در حقش تو شعور نداری بیشعور خودت هستی که امروز همسایت به خاطر لقمه نان در کنارت پشت دروازه آمده تو این گونه با او برخورد میکنی و نکته سوم که برای جوانان عزیز ما میخواهم بگویم نباید ناامید بشوید به چنین قضایایی ایمان داشته باشید باور داشته باشید که پشت هر سختی آسانی وجود داره پشت هر تاریکی روشنایی وجود داره هر شب سیاه طولانی یک صبح صادقی روشن پشت سر داره مطمئن باشید و متیقن باشید این روز به این وضعیت نخواهد ماند و همچنان باید گفت که نفرین بفرستید با که با سرنوشت میلیونها جوان ما بازی کردن از خون جوانان ما از آبرو به عزت جوانان ما از حیثیت و شرافت وطن ما امروز صاحب میلیونها میلیون دلار و سرمایه و قصرها و بیلدینگ ها و تعمیرها و جایگاه شدن و سرنوشت جوانان ما را با این گونه رها کردن و نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم اوی است که جوانان عزیز پیام من برای افغان های عزیز ماست در هر گوشه دنیا که زندگی میکنید قسم به پروردگار اگر همه دست به دست هم ندهید اگر متحد و متفق نشوید اگر من حیث برادر کنار هم دیگر هم دیگر رو به آغوش نگیرید روزگار ما از اینم بدتر خواهد شد امروز اگر در ایران برای افغان توهین میشه نمیگوید که این تاجیک است یا پشتون است یا ازبک است یا هزاره است اگر در پاکستان توهین میشه نمیگویند که این تاجیک و پشتون و هزاره است بلکه میگوید ای افغان است ما همه ما فرزندانی خانه بده هستیم. اگر ما در داخل وطنمان با هم اختلاف داشته باشیم. به دنبال قوم و نجاد و سمت و سو این طرف و آن طرف بدویم و در بیرون از خانه ایمان ببینید که با ما چگونه برخورده صورت میگیره. ما همه ما عزیزی همدیگر هستیم. برادر همدیگر هستیم. همه اقوام محترمی که در کشور ما زندگی میکنن همه قابل حرمت هستن. همه قابل دوست داشتن هستند قابل احترام هستند اگر تاجیک است اگر پشتون است اگر ازبک است اگر هزاره است اگر از هر رنگ و نژاد و قومی که است قابل حرمت است و اگر خود ما تصمیم نگیریم که وطن خود را آباد بکنیم زمینه کار را مساعد بسازیم متیقن باشید که شاید از این هم بیشتر توهین بشوید امروز در چی وضعیتی به سر میبریم میلیون ها جوان ما معتاد به مواد مخدر هزاران جوان ما در مرزها تیرباران میشه در برف و سردی هوا جان میدهد و هزاران جوان ما در دریاها سرگردان در دریا غرق می شود و میلیون ها میلیون افغان ما امروز مهاجر در کشورهای مختلف به انتظار که چه زمان وطنشان خانهشان می شود تا برگردن به خانه خود همه درک می کنیم وضعیت شرایط با امید پروردگار ان که روزی فرا برسد تا همه ما برگردیم و روزی فرا برسد که به این یقین داشته باشید باور داشته باشید که ما میزبان کشورهای همسایمان باشیم همسایه ما پشت دروازه ما باید بیاید و ما ازش به اصطلاح اخلاق و رفتار و برخورد داری رو برش تعلیم بدیم نشان بدیم که باید این گونه با همسایت برخورد بکنیم درست است که ما امروز در کشور ما کار نیست جوانان ما بی است درست است که امروز ما وضعیت ما به اینجا قرار گرفته که همه ما مهاجر و سرگردان هستیم اما برای خودتان ای لازم نیست ای شایسته نیست که در برابر یک هموطن و یک همساییت که در کناریت دیوار و دیوار و مرز با هم زندگی میکنید و تو این گونه با او برخورد بکنی و توهین و تحقیر بکنی و ظلم و شکنجه را روا داشته باشی و بعد بیایی بگید که والله نه ما نکردیم جنایت را انجام بدی و باز بگه انکار بکنی که نه ما دست به چنین جنایتی نکردیم نزدیم عجیب است و همچنان در اخیر پیام دارم بریم رهبری امارت اسلامی افغانستان و بو برادرانی که امروز در رأس قدرت قرار دارن در برابر چنین قضایای نباید بی بود اگر شما هم مثل رهبران خود گذشته که از مال و جان و خون اطفال یتیم ما به شهدای ما برای خود میلیون ها و میلیون سرمایه جمع کردن و امروز خودشان در قصرهای مجلل و در کشورهای پیشرفته زندگی میکنند، اگر شما هم اون چنین بی باشید و مسیر اونها را تعقیب بکنید پس چی تفاوتی است در بین شما و اونها اگر تا دیروز سرک بسته میشد به خاطر او امروز به خاطر تو بسته شود دیروز موترهای زری در اختیار او بود امروز در اختیار تو باشد دیروز قصرها و آپارتمان در اختیار او بود امروز در اختیار تو باشد پس چی توقعی داشته باشیم دیروز اگر برای افغان هزارها توهین و تحقیر و فجایع رخ میداد او بی بود میگفت به من چی و امروز هم اگر گفته شود که به ما چی پس ما چی انتظار داشته باشیم پس خواست ما است که باید در برابر چنین قضایای جدی باید برخورد بشود باید سفیریش احضار بکنی که به چه جرمی افغان ها را توهین میکنین؟ تحقیرشان میکنیم وقتی نمیخوای احترامانه بیار رد مرزش کن اما چرا توهین باید بکنی چرا تحقیرش باید بکنی ما پیرو دینی هستیم که برای ما انسانیت و اسلامیت و رحم و شفقت و عطوفت و مهربانی و هم دیگر پذیری و هم زیستی و احترام متقابل رو نشان میدهد نهی که خدای در برابر هم دیگر بی حرمتی بکنیم و توهین بکنیم بنان امیدوار که عزیزان ما خسته نشده باشن و تا به این لحظه و بازم تکرار میکنم که کوشش کنید که هر جایی که هستید اتحاد و تان حفظ بکنید و همه ما به فکر این باشیم تا وطن خود رو آباد بکنیم و از داشته هایی که داریم استفاده بکنیم تا باشد که تا از این مشکلات خلاص بشویم قسم به پروردگار اگر ضعیف بودی پایمال میشی اگر محتاج بودی همیشه ذلیل است همیشه وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ید العلیا خیر من ید السفلا دست بالا بهتر از دست پایینه قوی بهتر از ضعیفه باید کوشش بکنید خودمان را نیرومند بسازیم قوی بسازیم اتحاد و وحدت و همبستگی را حفظ بکنیم و امروز وقتی در بیرون از مرز برای توهین میشه نمیگن که تو به نام تاجیک توهین نمیشی به نام پشتون توهین نمیشی به نام شیعه توهین نمیشی به نام ازبک توهین نمیشی بلکه به نام افغان توهین می شوی و ای توهین بر یک افغان نیست بلکه برای چل میلیون افغان است اهانت و هیچ گاه افغان های ها توهین و تحقیر و ذلت را فراموش نخواهند کرد با امید روزی که سر پا استاد بشویم خودکفا بشویم و در کشور ما هزاران نفر از کشورهای دیگر برای کار و روزگار وارد کشور ما بشوند و دیگه هیچ افغانی در دروازه های غربت به سر نبرد موفق و باشین السلام علیکم و رحمت الله